همه ما دلایلی داریم که چرا به خانه خدا آمده ایم داود نیز دلیل خودش داره در مزمور 26 8 اعلام میکنه بعد از به بفرمایید شما باشید حتی داود پادشاه اینو نگفت من گفتم باشید اینجا ممنون میشم در مزمور 26 8 اعلام میکنه محل خانه تو را دوست میدارم و مقام سکونت جلال تو را داود پادشاه کاملا لمس میکرد وقتی در حضور خداوند میرفت چقدر برکت میگرفت و هر کدوم ما یک چنین لمسی داریم ما برای چی آمده این خانه خداوند میتونم یکی دو تا جواب کوتاه داشته باشم یه نفر به شما بگه برای چی شما میرید کلیسا چی بهش میگید بله با ایمان دعا کنیم بله دیگه از روح پر بشیم بله بله پرستش کنیم نام خدا رو و فراموش نکنیم جان آرامش بگیریم برابر و فراموش نکنیم که این ضرورتی بود که مسیح از ما خواست که به کلیسا بیاییم که زبان یونانیش میشه اکلیسا یعنی فراخواندگانی که به مسیح ایمان دارند و نیز حضور خدا در اونجا هستش در غیر این صورت همون کنیسه رو ایسای مسیح میگفت ادامه بدیم پس اگر کلیسا کرد یعنی یک هدفی مهمتر از مذهب داره که با ما داره میاد شاعری اعلام میکنه میروم آنجا که دل زیبا شود میرم اونجا که از اون کدورت هایی که در وجود من بوده خستگی ها، تلخی ها، موقعیت های بدی که برای من ایجاد شده آزاد شوم. میروم آنجا که دل زیبا شود قطره محو قدرت دریا شود اون قطراتی که دلایل عشق من به خدا هست دلایل کوچیک من به حضور خدا هست به کلیسا هست برم اونجا بگم واو بیشتر از اینها خدا برای من قرار داده فقط برای نیازهای زمینی من نبوده چیزهای کوچک تو زندگیم نبوده خدا برای من برکتهای بزرگی قرار داده فقط برای سلامتی و اقامت و موقعیتهای نیازهای من نیست ما این هست میروم آنجا که دل زیبا شود قطره محو قدرت دریا شود میروم تا آسمانی تر شوم رومیان دوازده دو اعلام میکنه همشکل این جهان نشو تو فرزند خدا هستی به عنوان فرزند خدا می باید شکل خدا بشویم میروم تا آسمانی تر شوم غرق نور و شور و بال و پر شوم پر از قوت خدا باید اینجا عشق را تفسیر کرده کتاب مقدس نامه عاشقانه خداست برای ما و خداوند به توسط واعظین مردان خدا و زنان ایمان این کلام رو باز میکنه تا در کلیساش انتشار بده و آنانی که میشنوند به دیگران اعلام کنند باید اینجا عشق را تفسیر کرد عشق را در نور تکثیر کرد دوم تیموتائوس دو دو اعلام میکنه آنچه را که به تو آموختم از کلام خداوند به دیگرانی که میتوانند به دیگرانی که نیاز زندگیشون میبینند و آنها به دیگران آموزش میدن آموزش بده پس اینجا همه با هم همکاران خدا هستیم عشق یعنی یک دعا از جنس نور چون که از وجود ما در میاد که روح القدس رو داریم آمین از روی مذهب نمیاد از دیدگاه انسانی نمیاد از یک نیاز زمینی نمیاد عشق یعنی یک دعا از جنس نور از سر اخلاص در وقت حضور چرا که صادقانه در حضور خدا هستیم هرگز هرگز کلیسای مسیح مکان مذهب نیست چون مسیح لا مذهب بود، ما لا مذهب هستیم مکان رابطه عاشقانه ی ی انسان با خداست. هم نفس با لحظه های ناب ناب ذره ذره موج نور آفتاب چرا که ما این نور رو از ماه نمی گیریم. ما روشنایی رو از ماه نمیگیریم، ما مستقیبا از خود خدا می گیریم. این قوت رو از خود خدا خواهیم گرفت واسطه ای نیسته. تا خدا یک لحظه سبز دعاست تا خدا یک لحظه سبز دعاست عاشقی یک فرصت بی انتهاست آمین کلیسای مسیح بنا شد تا تمام آنچه را که به عنوان غم و اندوه و رنجی که در دنیا هست و هر روز ما درگیر اون هستیم ما را آرامش بده ما رو راهنمایی کنه در مسیر اراده او ممنون روبن عزیزم به طور خاص در این روزهایی که اخبار و گزارش هایی رو میشنویم که افکار ما رو ناراحت میکنه بیشتر از هر چیزی حتی احساسات ما، سخنان ما، نمایان این هست که چگونه گواهه بر این حقیقت تلخ است. یه دست برای روبن عزیزم برای گروه پرستش بزنیم چگونه ما رو اسیر کرده از صداهایی همچون از فقر تا فساد از طلاقها تا جنگ و از اعتیاد مواد مخدر تا قتل و جنایت به طوری که یکی از سرگرمی های انسان رو که بیش از صد سال هست هنر سینما و صنعت فیلمسازی نیز اون نیز مشغول شده و میبینیم به نوعی گواه بر رنج ها و درد ها و غم ها هست توی فیلم ها میبینیم توی سریال ها میبینیم که غم و شرایط بد اقتصادی رو نمایان میکنه و جالبه فیلم هایی که غم و رنج و درد ها رو بیشتر عنوان میکنه جایزه میگیرن شاید امروز خیلی جایزه بگن چرا؟ چگونه هستش که فیلم هایی که صحبت از دردها و رنج های ملت ها میکنن جایزه میگیرن چون که دلها پر از خونه چون که در اون آغوشی که متولد شدن در حضور خدا دیگه نیستن دور از آغوش خدا حس درونیشون گذشته از تبلیغات های دروغ به بشریت داره میگه این جایگاه جایگاه من نبود که در این قم ها و در این رنج ها نیز باشم همینطور که این فیلم ها رو میبینیم این سریال ها رو میبینیم گاهی حسمون میگه ای بزنه این فیلم الان عوض شه این شرایط تغییر بکنه به اصطلاح به نفع آدم خوبا بشه همش فکر ما اینه اما این یه فکره قبلا این فیلم درست شده تموم شده نویسندش نوشته کارگردان اومده فیلمم دم تموم شده زندگی ما هم میشه گاهی گاهی توی زندگیمون هستیم همش داریم آرزو میکنیم هی آرزو میکنیم مگه میشه موقعیت ما عوض بشه، موجزهی بشه، تغییری بشه ولی این نیز باز در زندگی ما میشه گفت فقط یک آرزو هستش اما حقیقت نیست شاعر میگه دل خون شد از امید نشد یار یار من دل خون شد از امید نشد یار یار من ای وای بر من و دل امید وار من آنچرا که آرزو کرد نشد فقط یک فکر بود یک تصور بود یک خیالی بود که خواسته خودشون میگفت اما این آرزو از کجا تغذیه میشه پشتیبان آن چیست و یا کیست که این مایه امید رو در ما ایجاد میکنه آیا خودم هستم من محبوبیتم توانایی دانشم پول من شرایط من هر چیزی که من وصل میشه ولی ما خودمون در طول تاریخ دیدیم این منها که خیلی ادعا کردن زانوهاشون توی دنیا خم شد شکستن حتی اون هنرپیشهها اون قهرمانانی که توی دنیا ما میشناسیم از دور و نزدیک که حتی آرزو میکنیم حالا جاشون نبودیم حداقل بغلشون باشیم یه عکس بگیریم یک دفعه خبرش میرسه که خودکشی کردن و شکستن برشکست شدن امید من کیه؟ خانوادم هست؟ فامیل من هست؟ والدین من هستن؟ چقدر دارن؟ چقدر میتونن؟ آیا اگر بتونن میکنن؟ و یا اگر بخوان میتونن؟ دوستان من هستن؟ چه کسی هست که میتونه این امید رو من بده؟ گایم به اشعاری همچون این شعری که همه میشناسیم در ناامیدی بسی؟ پایان شب اما برای چه کسی پایان شب سیه سپید هست؟ برای اون کسی که بیرون از فضای بسته خودش هست که شب رو میبینه روز هم میبینه ولی برای کسی که توی زندان انفرادی هست چه سپیده ای هست اصلا نمیفهمه که روز و کی شب هستش اون تو زندان انفرادیه هیچ خبری نداره و گویا این شعرها نیست به نوعی فقط میخواد ما را آروم کنه و همه ما تجربه کرده ایم که در مشکلات و سختی ها چگونه آنانی که روزگاری امید ما بودن دلهای ما را شکستن حالا دوستان بودن، فامیل بودن ثروتمون بوده، قدرتمون بوده حتی انسانهایی که صحبت از توانایی آنچنانی در باب خودشون کردن توی دنیا مثل استالین مثل هیتلر شکستن پس من چقدر قدرت دارم حتی خودم بتونم با آنچه که فکر میکنم بهترین هست ادامه بدم نویسنده این مزمور 33 13 الا 22 این گونه اعلام میکنه خداوند از آسمان نگاه میکند و همه آدمیان را میبیند همه آدمیان را میبیند خدا خدای نیکویست خدا خدای محبته خدا خدای عشق شانس تو نبود که حالت خوب شد شانس تو نبود که همسر خوب گرفتی شانس تو نبود که فرزند خوب داری کار خوب داری شانس تو نبود و شانس من نبود که به این سرزمین اومدیم اگر به راحتی اومده باشیم و اقامت گرفتیم خدا نگاه میکرده خدا با تو بوده شانس با تو نبوده خداوند از آسمان نگاه می کند و همه آدمیان را می بیند و از جایگاه خیش تمام مردم روی زمین را می بیند تمام مردم روی زمین را او خالق اندیشه هاست اگر اجازه بدیم اگر اجازه بدیم او خالق اندیشه من و تو می تونه باشه و از اسرار دلهایشان و هر آنچه که آنها انجام میدهند آگاه است پادشاه به خاطر قدرت سپاهیانش پیروز نمی شود ستون غرور را از زندگیمون دور کنیم که به جای اینکه تکه بر ستون غرور کنیم تکه بر ستون اصلی که خود خداست که با ما خواهد بود و هیچ سربازی به قوت خود پیروز نمیگردد اسب جنگی برای پیروزی کافی نیست و قدرت آنها نمی تواند نجات دهد خداوند مراقب کسانی هست که از او می ترسن. یعنی او را می شناسن. نه اینکه که بترسند چون میشناسنش بهش توکل ترس و هر کجا در کتاب مقدس دید نسبت به خدا بدونید که صحبت از شناخت خداست چرا که ما میدانیم در کلام خداوند هوشا اعلام میکنه قوم من از عدم معرفت هلاک شدن نه از عدم اینکه ت... نترسیدن هلاک م... شدن از عدم معرفت پس شناخت موضوع مهمیه خداوند مراقب کسانی هست که از او می و بر محبت بی پایان او توکل دارند. بی پایان محدودش نمی کنه. او آنها را از مرگ نجات می دهد و آنان را در زمان قحطی زنده نگاه می دارد. امید ما بر خداوند است و ما به نام مقدس او توکل داریم آمین, آمین. هاللویا لحظه بیستیم ببخشید خوبه یه خود... من تا الان ندیدم کسی به خوابه ولی خب یه خود خدا خواب بیدار میشه خب همه ما ایمان داریم و ما به نام مقدس او توکل داریم آمین پس بیاییم هم سخن بشیم با داوود پادشاه این گونه بگیم با هم بگیم خداوندا, خداوندا. ما, به ما به تو امیدواریم محبت بی پایان تو بر ما باد آمین در نام مسیح بفهمت خواهش من مسلما به یاد آوردن نیکویی‌های خدا در زندگی به ما امید خواهد داد عرستو اعلام میکنه امید رویای بیدار کننده هست وقتی که این امید داری به من و شما یک قدرتی میده که در مسیر اهدافمون تلاش کنیم اما آنچه را که ما را به امید مستکم و قوی میسازد چیست تضمین به آن امید چی هست چی فکر میکنیم میتونه باشه آنچه را که براتون خوندم وعده های خدا بود آمین؟ میدونیم که ریشه وعده خدا از کلام خدا میاد از سخن خدا میاد مطابق مزمور 33 میگه خدا گفت و شد پس خدا وعده داده یعنی شده یعنی تمام شده یعنی زمانی که برای شما دعا میکنن یا خودت دعا میکنی آروم میشی دریافتش کردی تمام ولی من و شما چون تو زمان هستیم اون رو نمیبینیم اما خدا که در زمان نیست در ابدیت هست خدا آنچه را که ما خواستیم رو به ما داده و خوشا به حال آنانی که مدام اعلام میکنن که دعای ما اجابت شده و اجازه نمیدن این دل سردی بیاد در پیدایش یکی یک میخوانیم از میخوام فکر کنم آیش اشتباه گفتم اعلام میکنه در پیدایش میگه خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و خداوند آنچه را که به سارت گفته بود به جا آورد آنچه که گفته خدا به من و شما انجام شده فقط این ما هستیم که میباید اون رو دریافت کنیم نسبت به اون وعده خداوند وعده هایی رو که به نوح داد و خانوادهش انجام شد آمین کلام خداوند شاهد بر این هست وعده ای که به قوم اسرائیل داد به توسط موسا انجام داد وعده ای که به یوسف داد میبینیم که یوسف رو در مصر به مقام عالی نیز قرار داد خداوند وعده ای رو که به ابراهیم داد به داوود داد نمی‌دیم که به توسط مریم باکره اون رو عملی کرد و عملی ساخت پس وعده های خدا همانگونه که در مزمور 33 نه نیز خوندیم اعلام میکنه که خدا گفت و شد و وعده ای که خدا به ابراهیم داد وعده ای بدون واسطه بود وعده ای نبود که یک نفر دیگه بیاد به اون اعلام کنه همون وعده ای که خداوند به من و شما داده که بدون واسطه بدون امامزاده بدون انسانی بدون مرده ها بلکه خود خداوند زنده در مقابل ما قرار خواهد گرفت و اون هستش که میگه و نیز خواهد شد در نامه غلاطیان سه بیس میخونیم اعلام میکنه اما خداوند وعده خود را به ابراهیم به طور مستقیم داد بدون اینکه واسطه در کار باشد واسطه ای مانند فرشتگان و یا موسا چرا که امیدی که خدا به ما میده یعنی نگاه من به چشمان خدا وقتی که دعا میکنی ببخشید تمرکز فکرت کجاست حواست کجاست توی دعا کردن اگر به خدا مینگری مطمئن باش که خدا داره میشنوه اما به کسی که برات دعا میکنه و هنوز مشغول مشکلات و سختی هستی و قسمتی از افکار و دل و احساساتت هنوز اسیر گناه ها هستش و خودت رو اونجا داری سرزنش میکنی اجازه نخواهی داد که چشمان تو به اون خدایی باشه که به تو وعده داده و تو را حفظ خواهد کرد آیا مشتاق دریافت وعده ها هستیم؟ بنابراین میباید به شرایط و توانایی های خدا فقط نگاه کنیم تو بدترین شرایط فقط اجازه بدیم که خدا در مقابل ما باشه نویسنده اعلام میکنه در هنگام تاریک ترین لحظات در هنگام مشکلات و سختی ها توی زندگی در هنگام تاریک ترین لحظات است که باید بر روی دیدن روشنایی تمرکز کنیم اونجا هستش که روزنه برای من ایجاد خواهد شد و امید من فقط یک آرزو نیستش بلکه من ایمان دارم که خدا مطابق فیضش مرا دستگیری میکنه پس اونجا نگرانی و ترس جایی نخواهد داشت اگر من بیواسطه با خدا در تماس هستم در روبرو هستم هرگز منظورم این نیستش که برای هم دعا نکنیم منظورم این نیستش که وقتی دعا میکنید مرد خدا و زن ایمان برای شما نبوت میکنن شما بگید نه, نه من دیگه اینو کاری ندارم من میرم خدای من چی میگه خیر در نامه یعقوب نیز ما میخوانیم پنج که میگه برای هم دعا کنید حتی اعتراف بکنید تا گناهانتون بخشیده بشه و نیز دعاتون اجابت بشه هدف این هستش که ما بدانیم که خداوند مطابق فیضش دعای ما را خواهد شنید و این ارتباط عاشقانه رو با او داشته باشیم در نامه یعقوب عادم. نامی ابرانیان دوازد دو اعلام میکنه به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی ایسا نگران باشیم دیگه اون موقع نگران این نیستیم که دعامون اجابت نمیشه و مشکلات و سختی هست اگر من رابطه داشته باشم یادمون اون هستش در آتوا میز ایمان صحبت کردیم میتونیم پایه‌های اون میز ایمان رو بگیم یک دعا کلام خدا پریه روح القدس چهارمیش خدمت و بسیار موضوع خدمت مهم هستش باید به اون توجه بکنیم همه اون فیلم مارمورک رو دیدیم بله؟ اسمش هم میاد یه موقع خندمون میگیره ولی این داستان ریشه یابی که بکنید بازم از انجیل مسیح گرفته شده چون صحبت از شازده کوچولو هم داره میکنه آقای پرستوی چیز موضوع جالبی میگه میگه من به درد روحانیت نخوردم اما این لباس به درد من خورد خدمت این گونه است باور کنید وقتی که همه میدونن من کشیش هستم توی خیابون دارم میرم هرچند لباسی پوشیدم که فرقی نکنیم هیچ کس متوجه نشد من دیگه مواظب هستم من مواظب خودم هستم خدمت این گونه ما رو اصلاح میکنه که یه تمرکز درستی روی خودمون خواهیم داشت و وقتی خدمت میکنی روح خدا روح القدس تو رو ملزم میکنه به تو یاد میده سخنانت رفتارت چگونه باید باشه به عنوان فرزند خدا چون ما هستیم که مسیح رو نمایان میکنیم مسیح در ماست آمین خدا در ماست کو خدا کجا من میتونید شما خدا رو نشون بدی خدا در من و شماست که باید نام او رو جلال بدیم چرا که هدف این بود که ما شکل خدا بشیم و همچون ابراهیم دریافت کننده وعده های خدا باشیم در نامه رومیان 4.18-21 میخونیم اعلام میکنه ابراهیم ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی نبود هیچ امیدی نبود کجا ایستادی برای زندگیت؟ آیا مثل ابراهیم هستی؟ بدتر میبینی خودت رو؟ فکر نمیکنی ابراهیم ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی نبود او امیدوار گشت و از این رو پدر ملل بسیار شد همانطور که کتاب میفرماید فرزندان تو به این اندازه کثیر خواهند شد ابراهیم تقریبا صد ساله بود اما توجه به وضع بدی خودش که تقریبا مرده بود یعنی نمیتونست تولید مثل کنه نمیتونست صاحب فرزند بشه و اینک سارا نمیتوانست صاحب فرزندی شود ایمانش را سست نساخت چرا؟ میریم جلوتر ببینیم چرا و نسبت به وعده خدا شک نکرد چرا؟ در حالی که خدا را حمد میگفت واو یکی از پایه های ایمان دعا و پری روحان که در حضور باشیم همین باعث خواهد شد که ایمان ما ایمان پویا باشه و ما جز معتقدین نباشیم بلکه جز کسایی باشیم که میبینیم مدام و میچشیم مدام که خدا نیکوست در حالی که خدا را هم میگفت ایمانش او را تقویت مینمود زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است عمل کند آمین که خدا قادر است در زندگی ما عمل کنه میتونی اینو به خودت بگی خدا یا قادر هستی در زندگی من عمل کنی اعلام کن این رو به ازای میلیون ها صدای منفی و نگاتیو که در طول روز میگی نمیتونم نمیشه لایق نیستم شایسته نیستم ایمانت رو اینگونه میتونی اعلام کنی و نیز تقویت خواهی شد اندیشمندی اعلام میکنه ایمان با چیزهایی سر و کار دارد که دیده نمی شود پس نمیتونید دلایل علمی و ساینسی بیاری و امید با چیزهایی سر و کار دارد که در دسترس نیست بازم نمیتونی اونو لمسش کنی پولس رسول زیبا میگه میگه اگر ما در امید زندگی میکردیم تو خود امید بودیم چه لزومی داشت صحبت از امید بکنیم امید همچون روزنه نوریست در تاریکی که به ما مسیر راه رو نشون میده و این رو داوود پادشاه خوب لمس میکنه و در مزمور 16 8 الا 9 اعلام میکنه خداوند را همیشه پیش روی خود میدارم چون میدونه خدا میگه و میشه ولی تکه بر رسول نه رسول وعده میده نمیشه دولت ها وعده دادن نشد حتی آنانی که ادعا کردن مردان خدا و زنان ایمان هستند خیلی کارا را نتوانستن بکنن مگر غیر از این بود که ابرا... موسا دوازده رهبر داشت اما ده تاشون ترسو بودن رهبرانش رو دعا کرده بود دیده بود مردان خدا هستند اما ده تا از رهبرها ترسو بودن نه اعتماد به خدا کردن و نه اعتماد به موسا کردن فقط کالیب بود و یوشا که ایستادن هم برای خدا ایستادن هم برای موسی ایستادن و مسیری که کلیسای مسیح معرفی میکنه همین هست اگر ما اعتماد به خدا داریم میباید اعتماد به خادمین و رهبران و کشیش کلیسا داشته باشیم در این کنفرانس برادر ادوارد موضوع رو مطرح میکرد از خاطرات گذشته میگفت داوود برادر داوود توماس که همون گونه که از کمی که بنیانگذاران کلیسای فارس در ایران بود ایشون می گفت یه روز وارد کلیسا شد خب کلیسا اون موقع حداقل 500 نفر ما داشتیم و فکر میکنم حداقل 400 نفر فارس بودن مسیح زاده نبودن گفت اعلام کرد که آیا حاضر هستید خدا را اطاعت کنید گفت همه دستا رفت بالا بعضی یه جوری می بالا انگار رفت بالا از اینکه دوستان خدا را اطاعت کن گفت بعد از چند لحظه گفت آیا حاضر هستید من که کشیش کلیسا هستم رو اطاعت کنیم؟ گفت باید به هم نگاه کردن گوششون رو خارونده چی میگه؟ و مطابق کلام خدا ثابت کرد که میباید همون گونه که به خدا وفادار هستیم ما اینجا صحبت از اطاعت نمی کنیم آنچه که اصطلاحا عنوان میشه اطاعته ما در طول نه سال از شما عزیزان خواستیم وفادار باشید وفاداری از عشق میاد اطاعت از دیسیپلین میاد اون وظیفه میشه خدا رو بشناسید ویژن کلیسای مسیح رو بشناسید که ما برای ایران سلامتی آرامش آزادی میخوایم حتی سرنگونی این رژیم هم میخوایم سرنگونی رژیم رو میخوایم که باعث این همه دردها و رنج هست هر روز خبرهای بد میشنویم در کنفرانس وقتی که بودم عزیزان گفتن ما جمعه میخوایم دعا کنیم برای ایران و کشور ایران گفتم بسیار عالی است چه دعا کنیم دعای حکمت اینا گفتم نه دیگه بسه چقدر حکمت داشته باشن و ثروت این مملکت رو به چاپ ببرن و ببرن سوریه و بی حکمتی کنن و مردم ما در فقر و رنج باشه همین چند وقت پیش بود در کرمانشاه اگر اشتباه نکنم دختری خودکشی کرد به خاطر اینکه معمورانی که باید حفاظت کنن از کشور ما از مردم ما به اون تجاوز کردن و اون خودکشی کرد ما تا کی باید بگیم خدای اینان را برکت بده هرگز نخواهیم گفت ما دعا میکنیم در نام عیسی مسیح خدا مطابق فیضش نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه ما سیاسی فکر نمی کنیم ما دولت مسیحی نمی تشکیل بدیم هرگز هرگز چون مسیح هرگز چنین تعلیمی رو به ما نداد وقتی مسیح گفتن می پادشاه کنیم میگه مسیح گریخت هرگز اگر روزی من بخوام فعالیت سیاسی کنم اولین قدم هم این هست که باید از خدمت کشیشی نیز استفا بدم نمیتونم خدمت کشیشی داشته باشم و یک شخص سیاسی باشم ولی خداوند منو خونده برای مردمم که بتونم اونها رو خدمت کنم اما بیایم دعا کنیم دیگه مصمم بشید نترسید دعا کنید که خداوند که قادر هست و خدا میتونه اگر به فکر قوم اسرائیل بود امروز مطابق آنچه که در کتاب ارمیا اعلام کرده میخواد بر قلب ایرانی ها سلطنت کنه باید دعا کنیم برای آزادی ایران اعلام میکنه خداوند را همیشه پیش روی خود خواهم می میدارم چون که به دست راست من است جنبش نخواهم خورد داوود داره میگه چون خدا رو در کنارم میبینم با او وقت میذارم وقت زنده دارم وقت مذهبی ندارم نمیگم آخ امروز ساعت شیش نتونستم بلنشم نماز بخونم وای بیچاره میشم نه ساعت نو هم که بلند میشه اولین وقتش رو به خدا میده ده هم که بلند میشه وقتش رو به خدا میده به زبان خودش عاشقانه به حضور او میره با خدا زندگی میکنه اگر رسید توی مجموعی بهش گفتن این دروغ رو بگی دروغ مستعتیه مشکلت حل میشه نمیگه باشه حالا من یه دروغ بگم چون خدا کنارشه مگه میشه آدم خدا کنارش باشه دروغ بگه هرگز نمیتونه اون جایی که خشمین میشه خدا در کنارشه خدا رو میبینه کنارش همه ما موضوع خشم و عصبانیت رو خوب میدونیم توی خونه شاید ما داد میزنیم حتی ببخشید به همسرمون شاید داد میزنیم اما تو یک مهمانی همش جلوی خودمون رو میگیریم چرا چون میگیم آبرومو میره دیگران میفهمن حتی به بچه‌مون داد نمیزنیم سعی میکنیم نایسته خوب باشیم اگر ما این ایمان رو داریم که خداوند من کنار من است هرگز رفتار من رفتاری نخواهد بود که باعث دلازاری دیگران بشه یا خودم را اذیت بکنم چرا میدونم پس ایمانم هم همین هست وقتی که ایمان دارم دعا میکنم مطمئن هستم خدا هست و دعای من اجابت خواهد شد شک نخواهم کرد و در این ایمان میمانم و ادامه خواهد داد جنبش نخواهم خورد جنبش نمیخورم یعنی نگران نیستم نمیترسم از این رو دلم شادی می کند و جلالم به وجه می آید جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد بود به این میگن امید زنده که حتی ایمان داریم زمانی که جسممون رو بر روی زمین میگذاریم جایگاه ما جایگاه خوبی هستش ربطی به ثروت من نداره ربطی به محبوبیت من نداره ربطی به کشیش بودن من نداره ربطی به خدمت من نداره همش ربط داره به فیض خدا محبت خدا عشق خدا عاشق من هسته و در این مسیر من را همریاری خواهد کرد و من را نیز دستگیری خواهد کرد پس هوشیار باشیم وقتی در حضور خدا میریم چگونه در حضور خدا میریم با چه ایمانی در حضور خدا میری با ایمان پویا یا ایمان ساده ای که قبلا داشت یک باور و اعتقاد بود با ایمانی که مطمئن هستی صد درصد یا اینکه میشه نمیشه میری در حضور خدا من یه دفعه هم عرض کردم اراده خدا رو در نیازهات از خدا میخواهی اراده خدا این نیست که اون که تو میخوای خدا بهت نمیده نه 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 اراده خدا اینه که اون که تو میخوای به تو میده اما به طریق خودش میده که بهترین هست این نیست که تو اون که تو میخوای بهت نمیده حتما گاهی چنین اتفاقی میفته اما همیشه این گونه نخواهد بود شخصی میره پیش میکنی که میگه الان مدتی از این ماشین من ریپ میزنه منو اذیت میکنه نمیدونم چی شده اینا فقط از الان بهت بگم و به من نگید داره موتورش میسوزه نگی خرجش اینقدر میشه نه یا بگی این ماشین به درد نمیخوره نگی مثلا برفرض این قطعه رو باید عوض کنم اینجوری میشه اینجوری میشه همینطوره اینقدر داشت میگفت اصلا گفت میدونی چیه سویچ بده من اصلا نمیخوام به تو این ماشین بدم طرف هم همونجوری نگاش که اونم رفت گاهی من در حضور خدا این گونه میرم میگم میگم خداوند من این رو میخوام اما میدونم که خدایا من لایق نیستم ای. خدایا میدونم من گناه کردم دیروز خدایا میدونم که من خیلی تو را اذیت کردم خدایا میدونم اون چیزی که از تو میخوام خیلی بزرگه یعنی تو نمیتونی دکترها جواب کردن وکیلا جواب کردن ولی خداوند دا... همش با این چیزا میریم فرزند خدا این گونه نمیره فرزند خدا میدونه که مطابق فیض خدا با خون مسیح بخشیده شده پس قدم اول وقتی در حضور خدا میری بگو خداوند با خون مسیح از این کلمه استفاده کن با خون مسیح زندگی منو کفاره کن گناه گذشته ای من رو ببخش و اجازه نده شیطان وزوز کنه تو گوشت که تو لایق نیستی میگی اتفاقا من شایسته هستم به خاطر خون مسیح من شایسته هستم و به این لیاقت رسیدم و دست رد بزن به هر صدای منفی که به گوشت هست بگو خداوند میدانم میخواهی و میتوانی دعای منو اجابت کنی به این میگن ایمان پویا ایمانی که میتوه تو زندگی تو عمل کنه و هرگز باعث مایوسی و ناامیدی تو نخواهد شد بنابراین وعده های خدا را باید شناخت بشناسید هدف از این وعده ها را باید بدانیم وعده ها را می باید اعلام کنید به همدیگه اعلام کنید و مدام به یاد دیگران بیارید بگید اگر امروز توی مشکل هستی به بغل دستید بگو ایمان دارم خدا مشکل من رو حل خواهد کرد بگو اشکال نداره به همدیگه بگید به همدیگه اعلام کنید یاد بگیریم اعلام کن خداوند مشکل منو حل خواهد کرده این یک تمرین خوبی هستش که عزیزان به جای صدای منفی و نگاتیو که به هم میرسیم میگیم ای ترامپ اومد حالا اینجوری میشه حالا اونجوری میشه یادمون رفته دو هزار سال پیش خدا به خاطر ما روی زمین اومده اگر خداست ترام رو در مسیری قرار میده که برای همه ما ایرانی ها خوب باشه آمین با این ایمان بپذیرید در نامه قلاتیان 329 میخونیم وقتی که من ایمان دارم همون گونه که گفتم من تلاش خواهم کرد من فعالیت میکنم همون ایمانی که تو رو آورده اینجا مهم نیست ایمانت چقدره و خدا اندازه نمیگیره اینجا مذهب نیست ایمانت به اندازه دانه خردل که باشه خداوند به تو برکت خواهد داد مانند یک درخت بزرگ عمل خواهد کرد که پرندگان در اون آشیانه کنند که از ایمان شما خیلی برکت بگیرن غلاطیان دو بیستونو اعلام میکنه اما اگر شما از مسیح میباشید هستید یا نیستید مسیح آمین اگر در جمع ما کسی هستش که هنوز درش دعای توبه رو نخوندیم قلبش مسیح نداده بعد از جلسه لطفا بیا که تو هم از آن مسیح بشی و وقتی از آن مسیح میشی این برکت برای تو است اما اگر شما از آن مسیح میباشید هر آینه نیز نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید آمین وارث محبت ها و نیکویی ها هستید و نیز در نامه ابرانیان 6 دوازه اعلام میکنه کاهل مشوید تلاش کنید نامید نشید خست خاطر نشید کاهل مشوید بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان همچون ابراهیم الیاس رسولان مسیح کاهل مشوید بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر وارث وعده ها می باشند آمین چه وعده ای برای ما اینجاست وعده ما این نیستش که فقط توی پرانتز اقامت و ازدواج و بچه و ثروت و کار و پور و سلامتی یه وعده ای هست که ماورای این وعده هستش که در نامه اول یوحنا دو بیست و پنج اشاره میکنه و این است آن وعده ای که او به ما داده است یعنی حیات جاودانی آمین ما حیات جاودانی رو داریم حتی اگر بر روی زمین مشکلات و سختی هست ما ایمان داریم که حیات خدا در ماست و هرگز مرگ نیز سراغ ما نخواهد آمد فقط این یک خواب هستش و هیچ ناامیدی و خستگی نمیتونه روی ما تاثیر بذاره باز نامه ابرانیان ده بیست و سه اعلام میکنه اعتراف امید را محکم نگاه دارید با این ایمان لطفا از این کلیسا برید بیرون این ایمان رو حفظ کنید چرا که همین ایمان پویاست که به شما این امید را خواهد داد اعتراف امید را محکم نگاه دارید زیرا که بعد دهنده امین هستش و چالی چاپی نیز اعلام میکنه ناامیدی نوعی مواد مخدر است زیرا که ذهن را به سوی بیتفاوتی کم کم آروم میکنه و سازش کردن با تمام آنچه که از طرف خدا نبوده اما بریم یکی دیگه از وعده های خدا رو با هم بشنویم انجیل یوحنا ۱۶ ۳۳ خسته که نیستیم پس تا دو ساعت دیگه میریم تازه من سرما خورده بودم وای بر شما اگه سرما نخورده بودم بله بفهمید آمین یعنی با نگاهی که به خدا داریم، به خداوند زنده، بله در جهان برای شما زحمت خواهد شد پس ببینید وعده ها فقط این نبود که همه چیز خوب و نایسه نه 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 وعده مشکل و سختی هم هست اتفاقا وعده که برای من و شما به عنوان فرزند خدا هست اینه که حملات شریرم روی ما هست گذشته از مشکلات که توی دنیا هست به ما نیز حمله خواهد شد بله ولی که خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم واو این اطمینان را نیز داشته باشیم پیروزی که خدا به ما میده تعریفش اون پیروزی نیست که توی دنیا هست شخص ثروتمندی توی کنفرانس از ابتدای صحبتش این گونه اعلام کرد گفت همه شما میدونید که من ثروتمند هستم و زندگی بسیار خوبی دارم آیا شما میخواهید شکل من بشید؟ آیا شما میخواهید جای من باشید؟ همه دستا رفت بالا آره ما میخوایم. گفت پس اجازه بدید مسیری رو که من طی کردم به شما بگم. سالها پیش وقتی ازدواج کردم با سه تا از دوستان یک شرکت بزرگی رو تأسیس کردیم حمل و نقل رو بعد از چند سال متاسفانه برشکست شدیم یکی از دوستان ما رفت بیرون ادامه دادیم تا چند سال دیگه ولی بازم برشکست شدیم یکی دیگه از دوستام رفت بیرون این دفعه هر چی داشتیم فروختیم و گفتیم مثل این شرکت رو ادامه بدیم و داشته باشیم این رویای من بود که میخواستم ثروتمند بشم و میگه این دفعه اینقدر بد شکست شدیم که هر دو رفتیم زندان و میگه اون که از زندان اومد بیرون رفت دنبال کارمندی خب من دوباره با همسرم این دفعه شروع کردم و واقعا موفق شدم و اون موقع متوجه شدم همسر من چقدر استعداد داشت تو این کار و حقیقتا پشت من ایستاد و شرکت های بسیاری زدیم فروشگاه های زنجیری بسیاری زدیم که یک دفعه همسر من سرطان گرفت و میگه وقت از مدتی که تمام وقتم رو پولم رو ثروتم رو روی همسرم برای سلامتیش گذاشتم همسر من مرد همسرم که مرد انگار امید من مرده بود گفت دیگه نتونستم ادامه بدم تمام فروشگاه‌های های رو واگذار کردم شرکت ها از بین رفت و من دوباره مثل روز اول شدم هیچی نداشتم من و پسرم بودیم اما از درون میدونستم که رویای من این بوده که من ثروتمند بشم و میگه دوباره شروع کردم شروع کردم شروع کردم و وضعیت من همین که داشت رشد میکرد خوب میشد توی حادثه پسرم رو از دست دادم و میگه این بار نیز افسرده شدم و به هیچ وجه دیگه نمیتونستم ادامه بدم بعضی مدتی درمان اما باز ادامه دادم باز ادامه دادم باز ادامه دادم تا الان همه شما میدونید که من یکی از ثروتمندان توی جهان هستم آیا حاضر هستید این مسیر رو طی کنید تا مانند من بشید دیگه هیچ دستی نرفت بالا بله رسیدن به پیروزی ها سختی داره رسیدن به موفقیت ها سختی داره خادم خدا هستی باید استقامت کنی باید صبور باشی باید عشق داشته باشی باید محبت کنی باید آرامش داشته باشی باید حکمت داشته باشی استقامت کن موضوع اصلی که ما توی کنفرانس قبلی کنفرانسی که با بعد در ادوارد داشتیم این بود که استقامت کن و قوی باش و اکثر ماها برای ادامه راهمون متاسفانه آسیب اینجا میخوریم که استقامت نمی کنیم و ادامه نمی شاعری نیز این گونه اعلام می کنه پیروزی به چشم مردمان هر کسی تفسیر به ماید چنان گر که طعم شکری خواهی چشید مدتی باید که تلخی سر کشید فاتحی را که شکستن باب نیست فاتحی را که شکستن باب نیست طعم پیروزی چه میفهمد که چیست <applause> لیک آن سرباز مقلوب زمان فهم پیروزی بداند آنچنان حال خوش را آن کسی شاکر بود کو شده تا نو خوش ز احوالات بد وقتی سختی ها و مشکلات میاد در برابر ما در مقابل اون اهدافمون هست وقتی مییستی مرحله بعدیش یک برکته و اون پیروزی هستش که میتونی به اون پیروزی ها نیل برسید بریم با هم دیگه نامه رومیان رو لطفاً داشته باشیم رومیان 8 25 عثوم 8 5 ال 22 زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر می کنند ممنون آیا همه بورشور داریم یا نه اونایی که بورشور نگرفتن لطفا دستا بره بالا ممنون میشم اگر بورشور داریم لطفا به عزیزان بورشور بدیم ما داریم میپردازیم به سومین نکته از درسمون بفهم خواهش کنم بفهم و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح از آن جهت که تفکر جسم موت است لکن تفکر روح حیات و سلامتی است زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند. خیلی ممنون لطفاً دقت کنید حالا اگه بوش فرا لطفا دقت کنید به کلام خواهش می کنم پولس رسول داره اشاره میکنه ما که فرزندان نور هستیم وجود ما چی داره روح خدا رو داره روح القدس رو داره اگر ما امروز روح القدس رو داریم باید تفکرات روح رو داشته باشیم که درش امید پویاست. که درش قوت هست درش سلامتی هستش دور از حسادت ها دور از کینه و نفرت دور از ریاکاری ما دیگه تفکراتی مانند انسان هایی که در گذشته بودیم نداریم ما متولد شدیم روح القدس رو داریم روح خدا رو داریم خدا در ما هستش پس باید تفکر و اندیشه ما متفاوت باشه بله زیرا نمیتواند هم بکند و کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خشنود سازند لکن شما در جسم نیستی بلکه در روح چون اونهایی که جسمانی هستند مذهبی میشن مذهبیون با شریعت میخوان خدا را راضی کنند. اما کلام خداوند در رومیان 3:23 اعلام میکنه که حتی مطیعان شریعت نیز هیچ کدوم بیگناه نیستند چه کسی هست که قادر هست 613 تا قانون رو رعایت کنه اجدادمون که توی باغ عدن با یه قانون موندن 613 تا 612 تا اومد تازه فریسیام کش کردن 630 تا اونا بیا تعدادی بهش اضافه کردن بله هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست و اگر مسیح در شماست جسم به سبب گناه مرده است واو اگر مسیح در من هست مسیح نسبت به نیازت و حاجتت میگه و خدا میگه و نیز میشود با ایمان میپذیریم بله و اما روح به سبب عدالت حیات است آمین عدالت ما امروز خود مسیح است بله و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانید های فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت آمین آمین اگر چنین امید زنده ای رو ما داریم به توسط روح القدس که ما هرگز نخواهیم مرد بلکه ما میخوابیم در اصل یه جورایی ما نمیر المومنینیم نمیر المومنین اشتباه نگید با امیر المومنین بر بفهم به روح خود که در شما ساکن است بنابراین ای برادران مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم با افکار منفی کاری نداریم با صداهای منفی توی دنیا کاری نداریم با منطق دنیا نسبت به دعات و امیدت کاری نداری بله زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید مرد لکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند، ایشان پسران خدایند آمین که هر روزه در حضور خدا از روح القدس پر بشیم آمین از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر را یافته اید. تعلیمات بسیاری هست دنیا چگونه ثروتمند بشی چگونه خوشمخت بشی چگونه آروم بشی اما بدون تعلیمی که کلام خداوند میده به توسط روح القدس هست و روح القدس این قدرت این اقتدار رو به ما میده که ما بتوانیم انجام بدیم فقط حرف نیست که بریم پوله رو بدیم هیچی هم نشه بله که به آن عبا یعنی ای پدر ندا می کنیم آمین همان روح بر روحهای ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم آمین و هرگاه فرزندانیم وارسین هم هستیم هللویا یعنی ورسه خدا و هم ارث با مسیح اگر شریک مصیبت های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد پس نظر مشکلات و سختی ها توی زندگی تو کار توی خدمت تو رو ناامید کنه اینا چیزی نیست در برابر اون جلالی که خداوند برای ما مهیا کرد جهانی رو که مهیا کرد که درش امنیت هست آرامش هست بله زیرا خلقت مطیع طالت شد نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود آمین زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهنی باشند تا آمدن مسیح بله و نه این فقط بلکه ما نیست که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می در انتظار پسرخاندگی یعنی خلاصی جسد پس معیوس و نامید نشو مشکلات و سختی ها سر جاش هست اما این آرامش خداست که در ما باید اجازه بدیم با امید پویا وقتی که ایمان ما ایمان پویا هست از اون امید پویا میاد و اجازه میده محبت خدا جاری بشه مطابق نامه اول قرنتیان 13 13 اعلام میکنه ایمان بشنوم امید رو به روی محبت قرار میگیره و اینا همش پویاست دیگه حرف نیست حدیث نیست بله زیرا که به امید نجات یافتیم لکن چون امید دیده شد دیگر امید نیست زیرا آنچه کسی بیند دیگر چرا دیگر در امید آن باشد اما اگر امید چیزی را داریم که نمی بینیم با صبر انتظار آن می کشیم امید پویا به ما صبر میده اما امیدی که خوشخیالی هست لحظه ای هست یه روز شما قوی هستی یه روز در شک خیلی ممنون ادامه داره مرسی میتونیم برای کلام خدا دست بزنیم و وقتی که ایمان داری مطمئن باشین خداست کمکت میکنه بارها و بارها ما دیدیم برای عزیزانی که از ایران زنگ زدن عزیزانی که اینجا اومدن براشون دعا کردیم به طور خاص عزیزانی که توی خانواده هاشون هنوز خیلی هستن به مسیح ایمان ندارن و ما دعا کردیم اونها شفا گرفتن بعد که شفا گرفتن بهشون در اومدیم گفتیم خب خدا رو مسیح شفا دهنده است نه اتفاقا فلانی هم توی فلان امامزاده دعا یعنی هنوز نمیدونه که آیا این ایمان بوده نه من آدم خیلی خوش همیشه این اتفاق برام میفته رف مشکل میشه اینا ایمان نیست عزیزان ایمان پویا نیست شخصی توی فروشگاه رفی یه سبد بزرگ آنچه که نیاز داشت و خرید دست که تو جیبش دید اه! کارتش کردش چی پولم هم همراهش نیست حالا جلوی صندوقه چند نفرم پشتشون هستن همینطورم گفت خدای چیکار کنم خدای خواهش میکنم یه کاری خواهش خواهش میکنم دفعه دید دوستش به در وایساده داره میره صداش که فلانی بیا اینجا بیا گفت چی گفت یه خود پول داری من قرض بدی گفت آره آره گفت خدا احتیاج به تو ندارم یه طوری به زحمت نمیدم رفیقم اینجا بود گای هستیم که ما با اینکه دعا می اما متاسفانه به تدبیرهای انسانی خودمون رجوع خواهیم کرد بریم با همدیگه نکته سوم رو داشته باشیم پس همه بورشور داریم خودکارم فکر میکنم اون جلو باشه میتونید بنویسید چگونه نگرش پیروزمندانه داشته باشیم نکته سوم البته نکات قبلی رو نداریم نه میشه نکات قبلا بدیم ممنون میشم خب عزیزانی که نبودن میتونن بنویسن و اگر خ... هم عکس بگیرید اگه میخواید عکس بگیرید به من بگید که من اینجا یه فیگورم بیام ده. خب چگونه نگ... نگرش پیروزمندانه داشته باشیم نکته اول نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف با آگاهی پویا این مهمه عزیزان مرحله اول باید آگاهی زنده باشه آپدیت باید بکنی آگاهیاتو حتی نسبت به خدا با به اهداف با آگاهی پویا در کلام خدای زنده امکان پذیر است تا بر هر دروغی نه این اشتباس هر دروغی قاله باییم این دوزخی اشتباس لطفا به اصلاحش کنید دروغ هستش نکته دوم ما خودمون اینجا هستیم میگیم بنا کلام ما رو عوض میکنن بعد انبیا در موقع صحبت کردن چه عوض شد شوخی میکنم کلام خدا هرگز عوض نمیشه نکته دوم نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف با ایمانی پویا یعنی زنده در شناخت خدای زنده امکان پذیر است تا بر هر شکی قاله باییم سوال داری سوال کن سوال نکنی در شکت موندی با سوالاتی که میکنی دیوار شک رو میریزی اگه کشش رسول هم بلد نیست بالاخره هستن عزیزانی دیگه که بتونن جواب سوالات شما رو بدن و بهترین کس خداست نکته سوم این نکته رو شما باید بنویسید پر کنید نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف با امیدی پویا در وعده های خدای زنده امکان پذیر است تا بر هر نگرانی غالب آییم آمین. آمین 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 پس همون گونه که هفته قبل نیز اشاره کردم دو سه هفته پیش نسبت به ایمان پویا عرض کردم که پنج نکته اساسی هست ایمان عزیزان یک هدیه است ایمان به مسیح هدیه است من با اعتقاد کاری ندارم ایمان به عیسی مسیح یک هدیه است به من نیست این ایمان پویا به شما داده شده اما بعد از این برای ما مسئولیت میاره برای همین مسیحیت چیه؟ مسیحیت چیه؟ مسئولیته یعنی من سهم دارم بعد از اینکه ایمان میارم از شاه از پنج تا ته استفاده کنم کار مسیح تولد تازه در منه من تصمیم باید بگیرم آیا در این تولد تازه میخوام باشم یا نه کار مسیح تعلیم به توسط کلام خدا کار من تحصیله کار مسیح تقویته به توسط پری روح القدس کار من تحمل استقامته کار مسیح تشویق به توسط روح القدس کار من تلاشه کار مسیر تکمیل کننده من هست و اینه که من تایید کنم کار خدا رو در زندگیم و این مجموعه به من توکل به خدا رو میده آمی. که من راحت به خدا توکل کنم وقتی که اون رو میشناسم در این مسیر و بتونم توی یک جایگاه خوبی نیست قدم بردارم آمین بریم با هم دیگه آخرین آیه هم داشته باشیم نامه رومیان پونزده سیزده الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پرسازد واو همین الان همین الان خداوند میخواد که وجود شما رو اگه هنوزم خسته ای اگه این صحبت هم که من کردم واقعا براتون مفهومی نداره خدا میخواد که به شما این قوت رو بده این آرامش رو بده میخوای دریافت کنی؟ آمین. تصمیم گیرنده تو هستی آمین ادامه بدید تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید واو تا به قوت روح القدس در امید بله میتونیم در امید یعنی یک امید پویا زندگی کنیم آمین